نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت یک و یک شما هموطنان عزیز، شما هموطنان خیر، مهربان و خداجویی که همواره لطف داریم با برنامه لحظه آخر همراه هستیم. سعادت هر دو دنیا را برای یک و یک شما خوبان از خداوند متعال استعداد دارم و امیدوار هستم که با برنامه این هفته ما هم همراه باشین. شما عزیزانی که همواره لطف دارین و با برنامه لحظه آخر همراه هستین و دست مساعدت و همکاری را با هموطنان نیازمند خودتان همیشه داشتین. امروز هم یکی از هموطنان ما هماهنگی لازم را انجام دادن برای ضبط برنامه لحظه آخر. ایشان سید محسن نام دارن از ولایت بامیان که در این اتاق گفتم میشه بستر هستن. میریم وارد اتاق میشیم و جزئیات بیشتر را از زبان خودشان و اقاربشان خواهیم شنید. با ما همراه باشیم. خب فعلا آمدیم به اتاقی که سید محسن مریض هموطن ما در این اتاق بستر هست و این تخت هم مربوط اینا میشه. فعلا خودشان حضور ندارن، برادرشان که به اصطلاح پایوازشان هم هستن در شفاخانه کنار ما فعلا حضور دارن که صحبت ها رو با اینا می داشته باشیم. بعد از او میریم به سراغ خود مریض. سلام، وقت شما بخیر. سلامت، خوب هستین؟ انشاءالله خیر و سلامت باشین. خودتان رو برای ما میشه مفصل معرفی کنه، نامتان، سن و سالتان، همراه مریض. خب مشخص است که برادرشان هستن. بله بله. مریض چند ساله هست؟ چقدر وقت میشه کابل آمدین؟ چی کاروبار دارین؟ ما مدت 7 ماه میشه که امه سید محسن در این مشکل مرض گرفتاره. گرداش از کار رفته؟ گرداش از کار رفته. 6 ماه اینجا می مشکلات که می این پس ماریم هیچ کدام نتیجه نمیده. یعنی در 5 ماه در شفاخانه جمهوریت بودیم که هیچ نتیجه نداد. بعد از او یکان 4-5 روز میشه که اینجا آمدیم، یک کمی پوندگیش هم کم شده، نفس تنگیش هم کمتر شده. دیگه مگه احساس یک ذره دیگه وجود ما یک ذره احساس درد نمیکنم. دیگه ایم خودم کارگری میکرد روی بازار، من کارگرم زمینداری نداری. چقدر کلان، چند سال کلان هستین سید محسن؟ ما 4 سال کردم. چند سال؟ سید محسن ازدواج کرده نکرده؟ ازدواج کرده، بچه داره، یک دو بچه داره. هر دوی تان در بامیان کارگری میکرده؟ هر دوی ما در بامیان هست. چی باعث شد که سید محسن فعالیت گرداش از دست بره؟ یعنی که شما قبلا آیا در قوما، در فامیل، اقارب کسی سابقه داشته؟ ماما، کاکا، پدر، مادر، کسی؟ کسی نداشته. هیچ کس؟ از یک مرض. خب از پرسان کردین از دکترها دلیلش چی بوده؟ دلیلش که مگه زیادتر همی آب خرابه، زیادتر دیگه کارگری که گیرنگ با تا بالا میکنی کار سنگینه. شما آدم و اصالتان هم از ولایت بامیان هستن؟ بامیان هستیم، از مرکز سمتی دری فولاتی با شاخه میشه سمتی دری سادات قریم چپ داره. در موجه در دنیا آمدن این قصال هم؟ بله. شغلتان کاملا کارگری است؟ کارگری. پس در این 7 ماه با چه مشکلات سر دوچار شدین؟ سید محسن چی روزا کشید؟ شما چند بار کابل آمدین؟ چند بار دوباره برگشتین؟ آیا در خود بامیان امکان تداوی نبود در اوائل که حتی این مشکلش قدر جدید؟ یعنی که شب که نفستنگی عزیز زیاد می شد تا می گذیم شفاخانه دکترم گفت این بخش ما نداره تداوی که غیر می داد، می گفت اکسیژن می تی ببرین تو کابل. خب از اونجا که میوردیم نفس تنگ بود، بسیار سرصدا هم زیاد میکرد. تا اینجا میرسیم باز 3 ساعت دجالز میگرفت، باز میگفت که 5 روز بعد باز پس بیرد. باز در 5 روز اید نمیگه چی نمیشد، میره 2 روز 3 روز پونده دیگه زیاد پیدا میکرد، نفس تنگی زیاد. باز مجبور از اونجا میخستیم باز پس میوردیم کابل. به شفاخانه جمهوریت زیادتر گفت که دیگه گرده بخی از کار رفته، شما میتونین که یک تبتلاش کن پاکستانی یا هندی پول پیدا کن برین اونجا تداوی کن گرده تبدیل کن. باز یه تبتلاش کنیم، یک دو مقدار دو لگه افغانی خودون بداشتیم مصرف کنیم، یک دو دنیم لگه دیگه هم قرض کنیم. زیاد دوا و گلی و پیچکاری اینا از در دکتر میگرفتیم تسکین
اما یک روز درست تسکین میکرد بازم پوندیدگی و نفس تنگی زیاد پیدا میکرد. حالا اینجا در کابل فعلا کجا سکونت دارن؟ از اقارب، دوستا، قوما، خیشا، کسی از خانه اشتخانه از اونا هستن؟ نه نه، شب روز امینجا هستیم. شب روز در شفاخانه هست؟ شفاخانه هست. پنج شب میشه؟ آره، پنج شب میشه امینجا هستیم. چی میگه دکتر صاحب چی میگه میتونی دیالیز کرده بینین؟ مگه مدتی بسن تا 7 روز یا 8 روز اینجا روزی یک بار دیالیز میشم. بعد از او از یک هفته بود در هفته 3 بار دیالیز میشم. باشم همه نفر پیدا کن یا اعضای فامیل خودون شما میتونه که اینجا حاضر شد خونش سر بخورم سند سالش بشه براش گرده بیته. دیگه تبتلاش میکنیم دیگه فعلا که چیزی به دست ما از حساب هزینه چی؟ از او پیشم شما تقریبا نزدیک به 5 لگ افغانی مصرف کردین ها؟ 4 لگ 4 نیم لگ مصرف کردیم. اینجا هر بار دیالیز چند میشه؟ شما شبی که بستر هستن چند میشه؟ فعلا همین 5 روزی که آمدین در این شفاخانه چقدر مصرف کردین؟ این 5 روز انجنر صاحب زیاد مصرف کردیم. 5 که امروز هم پول خلاص که میخواستیم که از دکتر اجازه بگیریم که مرخص میشیم پول نداریم. باز دیگه دکتر هم فعلا تابل سرطبیب نماده که اشی بگیم دیگه خانه 160,000 روپه مصرف کردیم در شب روز. اینجا ما 89,000 روپه مصرف میشیم دوا و بخش بستر و بخش جالش همه 8,000-9,000 مصرف میشه. شما یعنی از اون 5 روزی که آمدین هر روز دیالیز کردین؟ هر روز دیالیز. هر بار هم تقریبا 5-6,000 روپه مصرف میشه و به شمول پول بستر ها؟ بله. و امروز هم کاملا پول دیگه خلاص کردین؟ ولی امروز من در بسیار کم که همین میشم اینجا باشیم مجبوره که باشیم که از اینجا که بریم بابنیان رسیده نمیتونیم. باید امشب اینجا تیر کنیم. اگه صبح دکتر مگه باید شما تا 7 جلسه را 7 جلسه یا 8 جلسه اینجا باشین که مریض شما را خب مایناش چک شد و بعد از او در هفته 3 بار باید بشن. باز فعلا دیگه که پول نباشه نمیتونیم که اینجا خواه. ما یعنی حالی قصد دارین که امشب که اینجا بودین سبا دیگه برین طرف بامیان؟ مثلا دکترم میگم که ما این بخش بیشتر پول نداریم، میتونیم که هفته دو بار از دو بار بیشتر باید هفته دو بار جالس کنیم از جالس. یا مثلا بریم زن یک دو اشتوکی که داره قطع خانم شی امرو اینجا بریم یک اتاق بگیریم. نگه از بامیان نمیتونیم که رفت آمد بسیار مشکل اگه اینجا بشیم. چون یک بازی زمانی است که شما باید ایره بگونه مداوم انجام بتونیم با یکی پیسان باشه. اول خود مشکل شما پیسه است. پیسه هم که پیدا کنه شما حداقل برای یک 3-4 ماه باید همی دیالیز انجام بتن تا بدن آماده انجام عملیات شد، عملیات جراحی پیوند گرده. به این خاطر دیگه با زمین رفت آمد شما هم خیلی سخت میشه. دیگه از دوست، آشنا، کسی را سراغ دارین که برین ازش پول قرض بگیرین، تداوی سعید محسین شود؟ از دوست قوم ها کسی ایتر پیسدار نیستن. فعلا بسیاری از هموطنهای ما میبینن تصویر شما را با جزئیات عدم کفایت گرده مریضی که سید محسن متاسفانه دچار شده آشنا هستن. بیماری که خیلی هزینه بره، یعنی یک هزینه خیلی زیادی را تقاضا داره و خاطر تداوی نهایی که مو پیوند کرده است. شما با توجه به اوصافی که دارین و شرایط زندگی عاجز هستین از تامین می بودجه و پیسه‌ای که نیاز هست، چی صحبت دارین برای هموطنهای ما که به دنبال کسب ثواب و کار خیر هستن؟ فعلا شما رو میبینم. ما فعلا تقاضا که بنده خدا پیدا میشه شد یک کمک یا همکاری که یک مقدار پولی یا یک نفری که مقدار پولی پرداخت میکنه مثلا یک مدتی خودون یک مقدار پیدا کردیم یک بنده خدا پیدا شد که یک گرده خونج سر بخوره یک گرده بیته. از ما کشستان خود ما گرده سر نخورد ما حاضر شدم همینجی دمی شفخانه گفت سیندو چند سال هستم 30 سال 5 سال هستم 6 سال کلان هستم. گفت نمیشه، گفت نمیتونی تو باید هم سیندو سال زیر خود زیر پیدا کنی. نگه از ما خود من نمیشه، ما حاضر شدم. ای که شما حاضر شدین گرده رفتین یعنی ای که سید محسن خیلی زیاد خوش داره نه؟
هنه چون که برار نوزانه ریزه خیلی دیگه یک 12 سال مدب خونده که از مکتبم دیگه روزگار بعد چی همود دیگه نشد مکتب خلاص کرد؟ مکتب 12 را تمام کرد دیگه از ویشتر نشد خود شما درس خونده؟ نه من خودم درس نخوندم و چی تو تاکید داشتیم به عنوان می اولاد خورد خانه برادر کوچک سید محسن درس خدا بخونه؟ خب اینا که بود در مادرم زیاد تلاش داشت که دیگه شما 4-5 بچه که هستین دیگه شما چوبانه و موز داری مردم پسای خانه چی من که همین یک بخونه یک چیز شد و اینده ها همین حداقل مرد جان خود شد دستی کدام کاربار این نمیتونه کدام یک چوبانه این بسیار نازانه مثلا ما را خانان در 12 سال بس بعد از او بیشتر دیگه نشد که مثلا یک دانشگاه یک دیگه بازه می کارگری به یک 3-4 سال نشد که کارگری بود ما همراه ایشان میریم به جای که سید محسن در بخش هیمودیالیز هست و اونجا اگر وضعیت سیش خوب بود و میتونه صحبت بکنه همراه خودش هم چند کلمه ای در صحبت خواهیم کرد خب فعلا آمدیم به بخش هیمودیالیز جایی که لحظاتی پیش یعنی قبل از شروع مصاحبه ما با برادر سید محسن اینا را انتقال دادن اینجا برای انجام این نوبت از دیالیزشان که چند دقیقه سپری شده و فعلا شکر خدا وضعیت سید محسن هم مساعد هست و میتونه همراه ما صحبت بکنه خوب است انشالله سید محسن جان خوب است مالیا فعلا وضعیت بهتر است صحبت کردن میتونی؟ ولی خوب است سید محسن بر ما قصه کو خودت معرفی کو چند ساله هستی از کدام ولایت هستی چقدر درس خواندی ازدواج کردی یا نکردی چند تا فرزند داری من از ولایت بامیان هستم نام سید محسن است 2 تا فرزند دارم بچه دارم ازدواج کردم دیگه تا سنف 12 را خواندم بعد از او ازدواج کردم فعلا چند ساله هستی؟ 26 ساله هستم دیگه بعد از او ما سوا شدم از پدر خود پدرم هم اقتصاد نداشت کاری سر چوک میکردم تا همین زمانی که همه وقت مریض بودم مریض بسیار سرم درد میکرد دل بدی داشتم سر مریضی میم سید محسن جان چرا بعد از سنف 12 هم تحصیلات عالی نرفتی وارد دانشگاه نشدی؟ والا اقتصاد به ما اجازه نداد ما دیگه از دستنگی مشکلات رفتیم به سوی روزگار چند سال پیش سنف 12 را خلاص کردی؟ در 94 یعنی اگر حال وارد دانشگاه میشدی دیگه تحصیلات حداقل لیسانس داشتی دیگه شاید دیگه به خاطر دستنگی تو خوش داشتی که تحصیلات خودت خوش داشتی که بری یعنی؟ خوش داشتم به خاطر که پدرم جای جایداد نداشت زندگیش مساعد نبود دیگه کلن ما در تلف بودیم دیگه کدام رشته را خوش داشتی؟ همه رشته انجینری را خوش داشتم خب بعد از او مجبور شدی که بری طرف روزگار، کار تو که یک کدام کسب انتخاب کردی یا نه؟ نه دیگه من رفتم همه پدرم مرا سوا کرد دیگه طرف روزگار رفتم سر فلکه کار میکردم سر چاو کار؟ ها در مردی کاری؟ مردی کاری موتر بارکو کچالو بارکو خاک بارکو سنگ بارکو اینا نه از مریضیت برای ما بگو اوائل تو قبل از چون برادر شما برای ما گفتن که شما 7 ماه پیش فهمیدین که گردایتان از دست رفتنه یعنی فعالیت خود از دست دادن پیش از او علایمی داشتی تو گردای کمتون درد میکرد نمیکرد تو
حالت تهوع، ضعف، دلبدگی چیزا داشتی؟ حالت دلبدگی داشتم، دائم مریض بودم، در خانه خو میشدم. چقدر وقت به این طرف؟ یعنی چقدر وقت قبل از یه هفت ماهی که؟ یک ماه در خانه خو شدم. شش ماه میشه که ما دیالیز کردم، اینال قرضدار، 4 لک روپه قرضدار شدیم. نگه دول خانه ندارم، دو تا تیفیل دارم، یکش 5 ساله است، یکش 4 ساله است. اونه متر دیگه از گرسنگی آکه دیگه دوالی بدبختی است دیگه. یعنی خودم این اینجی دیگه شف خانه مرا جواب داد دیگه که گفت بی پیوند دیگه امکان نداره. خب پرسیدم که از اینه پیوند، ولی ما پول ندارم، 4 لک روپه قرضدار استم، چی کار کنم؟ مگه اون مسئلیت دوش خودی دست دیگه. باز شف خانه جمهوریت مگه باز یعنی شفخانه خاتم النبیین آمدم، 15 لک 20 لک روپه مگه هزینه داره پیوند گرده دیگه. مگه من گفتم مگه ندارم، انت غریب کار هستم دیگه. برادرای من یک دو تا سه تا برادر دارم، کلن مزدور کار است دیگه، چیز نداریم، نه زمین داریم، نه خانه داریم، یک پدر پیر داریم، گوز گوش گرنگ است، گپ نمیشنوه، پیر بسیار ضعیفه. گفتنی چی است به او هموطنهای ما که فعلا برنامه را میبینن؟ تقاضای من همی است که هر کی برای خدا برای من کمک بیتنه دیگه، من کده این دوالت کما استم دیگه، چیز ندارم، یعنی میتر 4 لک روپه این مال قرضدار استم. هر کس که راغ توان خو برای من یک هزینه بیتن که من پیوند، یک تا پیوند که بیتنم که می زندگی خوی ادامه بیتن. دیگه دوست، آشنا، خیش، سنفیا، کسی در سراغ نداری که بری ازشان قرض بگیری؟ هیچ کس ندارم دیگه، کسی برای من یک زیرینمی تا اینمی حد یک تعدادش قوما برای من کمک کرد، یک تعدادش اینمال قرض کردیم. دیگه چیزی دیگه از این بابالا دیگه توانم نیست دیگه. نیمی از خواهش میکنم که هر کی بخاطر رضای خدا برای من کمک میتنه که من تقاضای من نیست دیگه، دیگه چاره ندارم دیگه. باز سید محسن عزیز، خودت فعلا بسیار جوان هستی، 26 سال سنی نیست، از آرزوهایت بگو، از آرمانهایت بگو، برای خودت، برای اعضای فامیلت، برای بچهایت. اعضای فامیل چی که مثلا بچه های خواهی دوست دارم که بچه هایم که من خودم باشم، بچه های خواهی درس بخوانانم، بچه هایم در باسواد باشه، زندگی خوره ادامه بیتم. چی نام داره بچه های؟ بچه هایم یکشی کلانیش است یاسین، خوردش است در نام هاشیم. علاقه دارن به درس خوند؟ این مالی که ام خورده خوردی که ام در مکتب خانگی که بچه ها افتیاک گرفته میره، قدر می تپه که پدر ما برای ما افتیاک بخیر، ما میرم در مسجد در زمستان است، ولی نه در آخوندی می خوانیم. میگم مالی تو خورد استی و چی کنم دیگه، نالی هم نمیتونم دیگه. خب و که این مال کوش نداره و بیچاره خوراک نداره، اون در خانه که میشینه در طلبی است، از خودم نیست، طلبی است. دیخ شدی از پشتم؟ آد که دیخ شدم چی چاره دیگه. تلفنی زنگ میزنن نمیزنن و دیخ شدن نشدن از پشت؟ نه تلفن نداره و هیچی نداره، نه تلفن داره، نه دیگه، نه صدای شیطان شنیدیم، هیچ چیز. کدام گپی باقی مانده، کدام درد دل دیگه داری کن روی ما در خدمت؟ نه ما تشکری میکنیم امزی رئیس شفخانه و از خود شما که به خاطر ما زحمت کشیدید و تقاضای ما هر کسی که صدای ما رو میشنوه همی است که هرچی توان شما است مالی بری ما، اگر کمک بتوانید که ما به دکتر ما را دیگه جواب داده که به پیوند دیگه امکان ندارم، مصرف پیوند دیگه 20 لک روپه
من دیگه نه زمین دارم، نه خانه دارم، نه دیگه دارم، دیگه امید با خدا هستم دیگه هرچی که برام. همتان عزیز 26 سال سن میشه گفت کمی هست، هرچند میانگین سنی با توجه به اوصافی که افغانستان داره در کشور گفته میشه که 45 الی 50 سال هست، اما برای یک جوانی که با شوق و علاقه دوره مکتب را و دوره لیسه را سپری کرده، سند فراغت مکتب را در اختیار داره، اما بنا به شرایط نامطلوب اقتصادی نتونسته وارد تحصیلات عالی شود و مدرک لیسانس را به دست بیاره و تحصیلات عالی داشته باشه، خودش را به آب و آتش زده تا که یک زندگی آبرومندانه را برای خودش و اعضای فامیلش مهیا بکنه، اما بنا به شرایطی که پیش آمده فعلا در چنین وضعیتی است. سید محسن جوان 26 ساله با سوادی هست که دارای دو فرزند و یک شرایط کاملا نامساعد اقتصادی که حالا بیماری هزینه بر عدم کفایه گردم گریبانگیر شده. پس جا داره که همانند همیشه شما هموطنان عزیز، شما هموطنان با عاطفه و مهربان، دست یاری و همراهی را همان گونه ای که با دیگر هموطنانتان داشتن با سید محسن هم داشته باشن که انشالله از چنین وضعیتی بیرون بیاید. شاید نزدیک به یک هفته است که حتی صدای فرزندان خودش را نشیده، پدر مادرها فقط میتونن درک بکنن که وضعیت فعلی سید محسن چه قسمی است. امیدوار هستم که این مساعدت و همکاری را داشته باشن و انشالله لبخند را به لبان سید محسن و اعضای محترم فامیلش برگردانه. سید محسن خیلی آرزو داره، خیلی آرمان داره و رویاهایی در سر یقیناً میپروانه، هم برای خودش و هم برای فرزندان دلبندش. باید خاطر نشان کنم که شما خوبان میتونین این برنامه را از طریق چنل یوتیوب تلویزیون تمدن هم مشاهده بکنین و از اونجا در مجاری ارتباطی خودتان، یعنی اینستاگرام، فیسبوک و دیگر مجاری دنیای مجازی و اشتراک بذارن و سهمی را در راستای کمک و سید محسن شما هم داشته باشن. شما عزیزانی که احساس میکنین توان مالی ندارین، از این طریق میتونین وسیله کمک و سید محسن عزیز شوین. برای شما سعادت هر دو دنیا را آرزو دارم. شما عزیزانی که خیلی لطف دارین و همواره برنامه خودتون را دنبال میکنین، تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات بکامتان، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. مریض به نام سید محسن، باشنده ولایت بامیان، که از مدت 6 ماه بدین سو به عدم کفایه گرده ایشان مبتلا شدن و از 6 ماه قبل بر ایشان فیستولات تطبیق شده در شفاخانه جمهوریت که از اون مدت به این سو تحت همودیالیز قرار داره و از مدت یک هفته میشه که به شفاخانه خاتم النبیین مراجعه کرده و در اینجا بستر میباشه فعلا نظر به وضعیتشون و همچنین هر روزه تحت همودیالیز قرار میگیره و همچنین که به خاطر از اینکه تداوی اصلی مریضای عدم کفایه گرده، تداوی اصلیش پیوند گرده میباشه و پیوند گرده یک هزینه خیلی بلندی داره برای مریض. از هموطنان عزیز خیری که چه در داخل کشور هستن و چه در خارج از کشور میخوایم که به سید محسن کمک و مساعدت و مالی بکنن تا بتونن ایشان سلامتی و سلامتی خود را به دست بیارن. کد حمایت از مریض 062، نام و تخلص سید محسن، جنسیت و سن 26 ساله، مرد، نانآور خانه، وضعیت تأهل متأهل، دارای دو فرزند، وضعیت مریض عدم کفایه گرده. سید محسن از ولایت بامیان، ولایتی که به داشتن مردم پرتلاش و زحمتکش مشهور است. سید محسن هم در این ولایت متولد شده، درس خوانده و پس از فراغت از صنف 12 دوست داشت تا ادامه تحصیل دهد، اما بنا به عدم توان اقتصادی مجبور شد تا برای کسب لقمه حلال برای فرزندانش تن به کارهای سنگین دهد و حالا هم که وضعیتش کاملا وخیم است. وی آرزوهای زیادی در سر دارد و تلاش میکند تا آینده روشنی برای فرزندانش رقم بزند، اما حالا اول آرزویش بهبودی کامل و رها شدن از این بیماری است. برای کمک رسانی به سید محسن می توانید به شماره های زیل تماس بگیرید. شماره های تماس 0798 041140
0729 20 20 40.